و حال آقای اسدالله جروین متخصص امراض داخله با ما هستند تا در مورد چگونگی استفاده واکسن جانسون جانسون و همچنان ویروس کرونا در افغانستان بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای جروین سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین با مجموعه خبری پیک روز. سلام به شما، تشکر از دعوتتان. بله، در نخست میخوایم از شما بپرسم که چه فکر میکنید چقدر واکسین ها به ویژه واکسین هایی که بر مردم افغانستان رسیده، استرازینکا، سینوفان و حال جانسون جانسون، میتونه که سودمند واقع شود؟ در میان این واکسین ها یا رده بندی شده کدامش میتونه که کیفیت بالاتر را داشته باشه؟ هر واکسین در شرایط کنونی زمانی که در دسترس قرار میگیرد مؤثر است. به حساب اگر طبقه بندی بکنیم، مشکل است که در این مورد زیاد معلومات داده شود. من فکر میکنم که از لحاظ مؤثریت واکسین جانسون جانسون و استرازنکا در یک سطح قرار دارد و به تعقیبش واکسین سینوفارم چینی. بله، حالا چه فکر میکنید که چقدر میتونه که این واکسین ها در بدن معافیت ایجاد بکنند و در چه مدت پس از گرفتن این واکسین شخص میتونه بدنش معافیت ایجاد بکنه؟ اگر دقیق و مشخص و کنکریت در مورد واکسین جانسون جانسون بگویم، واکسین جانسون جانسون مؤثریت در حدود 70% داره. در مجموع 96% از بستر شدن، از وخیم شدن وضع مریض جلوگیری میکنه، یعنی که از 100 نفر تنها 4 نفر در شفاخانه بستر میشن و از مرگشان جلوگیری میکنه، یعنی که یک واکسین مؤثر است. و این واکسین میتونه که هم در برابر ویروس دلتای هندی هم مؤثریت داشته باشد. پس این واکسین خوب است و به می شکل واکسین استرازنکا هم مؤثریت 70% حتی در برابر ویروس دلتا هندی هم داره و 92% از بستر شدن و از وخیم شدن وضع مریض جلوگیری میکنه. بله، و معافیت در وجود یا آنتیبادی بعد از 2 هفته بعد از گرفتن دوز یک، چون واکسین جانسون جانسون یک دوزه هست، شما 2 هفته بعد از اینکه این واکسین گرفتین شما میتونید که در برابر ویروس کرونا مسئول باشین. و در مورد واکسین استرازنکا همه میدونن که تفاوت میتونید که از 4 تا 12 هفته در میان باشه دوز دومش. حتی به اساس نتایج آخر تحقیقات که صورت گرفته میتونید که دوز دومی واکسین کرونا و استرازنکا را بار از 10 ماه بگیرین و این هم بار از 2 هفته شما میتونید که در یک سطح وجود آنتیبادی می سازن، اما مسئولیت کامل یا مسئولیت کامل فرد وقتی که واکسین استرازنکا را می گیره بار از دوز دومش است. بله، حالا ویروس دلتای هندی چقدر شدیدتر و متفاوتتر از ویروس کرونا هست یا نوع اول، دوم، سومش می باشه؟ متاسفانه بله، این واکسین بسیار با آسانی انتقال میکنه، ظرفیت گسترش سریعتر نسبت به واریانت الفا و سایر واریانت های دیگه داره. به می شکل در اروپا وضع بسیار بحرانی است و حتی در حراس از موج دیگر کرونا دریجه پیش بینی میشه. در ایران موج پنجم کرونا متاسفانه که در حال گسترش است. شما ببینید که حتی در هلند که 18 میلیون دوز واکسین مردم گرفتن از 17 میلیون نفوس، یعنی که شما فکر کنین بسیار 1% بلند. آمار مبتلا شدگان به ویروس به خصوص دلتا در چند هفته آخر 6 برابر شده. 6 برابر امی لحظه دمی روزا از 8 تا 10 هزار نفر در هلند 17 میلیونی با ویروس کرونا مبتلا میشن. پس واقعا که شرایط بسیار خراب است، شرایط بسیار واقعا که بحرانی است و دلتا گفتن نمیتونیم که خطرناکتر از لحاظ مرگ و میر نسبت به واریانت های دیگه است، اما قابلیت بسیار سریع گسترش نسبت به ویروس های واریانت های دیگه کرونا دارد.
بله، چه فکر میکنید که چه چیزهایی در حال حاضر حالا نظر به تحقیقات پیشرفته تر صورت گرفته، تجربه بیشتر روی این ویروس کرونا و یا هم دلتای هندی صورت گرفته، در کل چه کارهایی میتونه برای جلوگیری از این ویروس، جلوگیری از مصاب شدنش کار بکنه؟ تدابیر صحی به مو شکل که در گذشته بود او به مو سان میمانه، یعنی می فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن مکرر دستا، عطسه زدن در آرنج در وقتی که شما مریض میشین، باید با افراد دیگر تماس نگیرین، قرنطین و تمام اینمی تدابیری که در گذشته در دو سال اخیر مردم با او آشنا هستند به خاطر جلوگیری از گسترش کرونا، در مورد ویروس دلتا هم همی صدق میکنه و هیچ کنم چیز نوی که در این مورد وجود داشته باشه وجود نداره. بله، شما چقدر به این باور هستین که میتونه که اشیا هم یکی از عاملین انتقال ویروس کرونا به شخص باشه؟ حالا شخصی که آلوده به این ویروس هست میتونه که اشیا را آلوده بسازه و از طریق اشیا به شخص سالم مصاب شوند؟ این اونقدر قابل تشویش نیست. انتقال از طریق اشیا واقعا در صورتی که یک کس اکتیف کرونا داشته باشه و او عطسه بزنه و امو مثلا چی دروازه را، دسکیر دروازه را به طور مثال آلوده بسازه و همزمان دورمو لحظه شما برین از او دسکیر دروازه شما بگیرین و بار از دستانه به دانتان ببرین یا به بینیتان یا به چشمتان، امکان چی وجود داره؟ امکان از اینکه شما مصاب به کرونا شوین. در غیر از او ویروس کرونا زود در هوا خشک میشه و قابلیت انتقال نداره و زود میمره. پس انتقال معمولا از انسان به انسان صورت میگیره، نه از طریق اشیا و از طریق اجناس و گپا، امکاناتش بسیار بسیار کم و محدود است. بله آقای جروین، شما رابطه قارچ سیاه، فنگس سیاه با کرونا چه میدانین؟ بیشتر اشخاصی که در نخست به ویروس کرونا مصاب شدن حالا بعد از اون به قارچ سیاه مبتلا شدن، شما ایده فکر میکنین که میدانه ویروس کرونا رابطه داشته باشه با واگیری فنگس سیاه یا اینکه واقعا عوامل دیگری هست که انسانهای سالم هم میتونن مصاب بسازن؟ انسان سالم از خارج سیاه معمولا مصاب نمی سازه. انسان هایی که ضعیف هستند، معافیت وجودشان ضعیف است، اصلا شکر دارن، مثلا مریضی های مزمن، تکالیف مزمن گرده دارن، قلبی دارن، یا میتونن مصاب شون. و یکی از عوامل اساسیه که مردم مصاب به خارج سیاه میشن، شما ببینید که در اروپا هیچ کس مصاب نشده و در امریکا هم بسیار از این اصلا هیچ حرف زده نشده در این کشورها، با اینکه شما دیدین که میلیون ها نفر به کرونا در کشورها هم مصاب بودن. یکی از دلایل عمده مصاب شدن به قارچ سیاه تداوی بیمورد و غیر مسلکی مریضای کرونا است که بخصوص در افغانستان صورت میگیره و وا بر مریض به طور بسیار طولانی انتیبیوتیک های بسیار قوی میتن، کورتیکوستروید های کورتیزون میتن و سایر دوای دیگه که اصلا هیچ منطق طبی او را اجازه نمیتن از او استفاده میکنن. شما با دادن هر چقدر که شما با مریض انتیبیوتیک بتین، کورتیکوستروید بتین و سایر دوای دیگه بتین، یک کل از غذای بسیار خوب برای قارچ یا برای پوپنک یا برای امی فنگس در وجود است که این باعث رشد ازی میشه. این همی تداوی های غیر مسلکی که در افغانستان به خاطر ویروس کرونا صورت میگیره، یک از عوامل اساسی ظهور یا با وجود آمدن خارج سیاه در افغانستان است که کمتر در این مورد توجه صورت میگیره. در افغانستان من اصلا هیچ باور نمی کنم، اصلا هیچ فکر نمی کنم، من نمی فهم که این مسلکای عزیز ما به اساس کدام پروتکل ها یا مریض مثلا در رقم انتیبیوتیک میتن و یک انتیبیوتیک باز تخیر میتن، سه روز بار دیگه شروع میکنن و مثلا به هفته ها مریض دکسامتازون میتن یا سایر دوای دیگه که اصلا هیچ منطق طبی را ایجاب نمی کنن. و ما بیخی ما حتی که وقتی که میبینم گپا بیخی شوک میبینم که با کدام اساس این کارها را هم مسلک های عزیز میکنن و فکر میکنن که با انتیبیوتیک و ویروس کرونا را میکشن یا با کورتیکوستروید ها. این اصلا کاملا غلط است. من نمیفهم که از کجا این منابع را میگیرن.
بله آقای جروین، یک شمار غذاهایی هستند که حالا در معلومات افقی نشان میتن که میتونه که قارچ تولید بکنه، مانند غذایی که در 24 ساعت نگهداری میشه، یا این که غذاهایی است که شب مانده هست، یا این که غذاهایی هست که برای چندین ساعت و نگهداری شده میتونه که قارچ تولید بکنه، اینا میتونن که عامل باشن از این که با قارچ سیاه در بدن به وجود بیاد یا مبتلا شوند، یا میتونه که چه مرضی را به بار بیاره. بیشتر هموطنان ما دچار شک هستند در این مورد. نه، در گذشته هم امی غذای بوسی در افغانستان و در کل کشور را خورده میشه، در کشور است که 4-5 روز هم غذا را بوسی مردم میخورد، کسایی که به خصوص مجرد سنه روز پخته میکنن باز کل هفته او را میخورن. تا حالا از این موارد و گپا چی نشده، هیچ اصلا گزارش وجود ندارد. شما میتونید که مثلا غذایی که پوپنک مثلا نان پوپنک میگیرد میتونه بخورین و او باعث با وجود آمدن خارج سیاه نمیشه، باعث مریضی در مجموع میشه، یعنی که انسان احساس خوب نمیکنه، نباید خورده شوه. حتی پیش بینی است که این میتونه که باعث حتی سرطان زا باشه. اما ای که ای کدام ارتباط مستقیم با مریضی خارج سیاه که عالی وجود داره، که مثلا فوک میزند چشم را، بینی را، جوف دهن ششاره، با این مستقیم ارتباط نداره. ما بارها در تجربه دکتری خود دیم زمانی که یک مریض با مدت طولانی مریض بوده، مثلا التهاب شش داشته و ما ماها او را انتیبیوتیک دادیم، بعد از او مریض مثلا با کندیرا یا امی که بگویم به صورت عامش با مریضی قارچ یا پوپنک مثلا مبتلا شده، که اکثرا 80% مریض ها متاسفانه که باز از بین میرن و شما هیچ چیزی کرده نمیتونین برایشان. بله آقای جروین، میخوایم بپرسم که اشخاصی که به ویروس کرونا مبتلا میشن دقیقا میتونن که چند روز بعد به اشخاص سالم تبدیل شون، یعنی مدتی را که ویروس کرونا در بدن سپری میکنن 14 الی 20 روز گفته شده، حالا تا چند روز میتونن اینا واگیر باشن بر اشخاص سالم، یا میتونن این ویروس را انتقال بدن؟ معمولا در یک هفته بعد شما ویروس کرونا را در جوانا، یک هفته بعد جوانا بار از یک هفته دیگه ویروس کرونا قابل انتقال نیست. در پیرا میتونه که تا 10 روز باشه، یعنی 10 روز وقتی که امروز شما را کرونا بگیره، 10 روز بعد شما دیگه این ویروس انتقال نمیتن. شما میتونید که ماها مثبت باشین، ماها تست کروناتون مثبت باشه، اما شما اکتیو ویروس کرونا را ندارین و باعث انتقال ویروس به افراد دیگه شما نمیشین. بله، تشکر از شما که در این مورد با ما صحبت کردین. موفق باشید.